خود این کلمه کودک از دو تا کلمه دیگه کامپرسور و دیکامپرسور درست شده. کامپرسینگ به این فرایند گفته میشه که تصویر و اون نوری که دوربین شما میبینه و سنسور نورش دریافت میکنه چه اتفاقی اینجا براش میفته تا تبدیل بشه به یه فایل. یعنی این فرایند تبدیل نور به فایل رو بهش کامپرسینگ میگن. برعکسش زمانی که اون تصویر ثبت شد و حالا شما میخواید روی مونیتور ببینیدش و دوباره به نور تبدیل بشه، به این فرایند برعکسش میگن دیکامپرسینگ. ترکیب این دو تا کلمه با هم میشه کودک. اصلا برای چی حالا این کودک ها درست شدن؟ علت اصلیش سایز و حجم زیاد این تصاویر هست. هر کودکی در واقع یه جورایی میخواد حجم رو کم کنه با این در نظر گرفتن این موضوع که همزمان کیفیت رو تا جایی که میتونه حفظ بکنه. یعنی درگیری تمام کودکا با هم سر همین موضوعه که کی میتونه حجم رو بیاره پایین با این پیشفرض که کیفیت رو نگه داره. الان یه موضوع بیشتر با هم صحبت میکنیم و بیشتر میبینیم. اول این چیزی که ما داریم را اصلا کودک نیست. یعنی تا جایی که بشه اون نوری که تو اون لحظه بوده رو دوربین ثبت میکنه. حالا مثلا دوربینی مثل رد که اینجا ما یه تصویرش رو داریم توی فاینال کات، من اگه بیام اینجا توی سیتینگش، همونطور که با هم توی درس قبل دیدیم توی جنرال، شما اینجا میبینید که نوشته رد کد 8:1. یعنی در واقع خود این رام اومده یه ذره پروسس شده و فشرده سازی شده، اما نه به شکل کودک. یعنی تفاوتی که را داره با کودک ها اینه که اطلاعات شما این وسط پروسس نمیشه، تغییر میکنه مستقیما، تقریبا البته ثبت میشه روی اون چیزی که دارین و حالا اون هارد فلش هر چیزی که هست. اما یه کودکی مثل کودک پرورز 422 میاد اون نور رو این وسط تبدیلش میکنه به پیکسل. یعنی میاد میگه هر کدوم از این تیکه هایی که اینجا هستن، این تیکه اینجا چی بوده و معادل اون یه پیکسل رنگی اونجا میذاره. به خاطر همین تصاویر را همیشه نسبت به تصاویر دیگه مزیت بزرگی دارن و اونم اینه که تمام اطلاعات سر صحنه تقریبا ثبت شده. حالا با هم الان میبینیم تفاوتاش تو چیز تو کجاها مشخص میشه. اینجا شما ببینید ما کلیپی که داریم راش 1.24 پرورز 422 HQش 2.89 گیگابایت، پرورز 422 عادیش 1.98، پرورز پروکسیش 576 مگابایت. شما می‌بینید یهو چقدر حجمش میاد پایین و از همه بامزه‌تر H264 شه که میشه 33 مگابایت. البته اینو من در بگم خدمتتون، H264 بزرگتر از 2K ساپورت نمی‌کنه و حداکثر با تصاویر HD کار می‌کنه. به خاطر همین شما اینو بعد ضرب در مثلا 5 بکنید حدوداً. حالا شما بگید 150 مگابایت. اینی که شما یه حجم خیلی زیادی تفاوت، یعنی یه تفاوت خیلی زیادی این وسط دارید. مشکلی که را داره و چیزی که باعث میشه که خب حالا خیلی ها ترجیح بدن که باش کار نکنن اینه که موقع کار باهاش فشار وحشتناکی به سیستم میاره. یعنی باز کردن این اطلاعات نوری برای کامپیوتر چیز بسیار بسیار سخت و سنگینه. شما ممکنه بگید خب من الان اینکه را دارم اینجا خب بهتر از چیزیه که فرض کنید شما HQ باشه یا حتی 422 باشه، کاملا درسته، ولی شما با این فرمت نمیتونید راحت تدوین بکنید. حالا من برمیگردم اینجا. یه سوالی هم که ممکن برای خیلی به وجود بیاد و حالا قبلا هم صدها بار از من پرسیده شده اینه که این پرورز 422 اصلا این عدد 422 یعنی چی؟ این 422 در واقع به 4 تا پیکسل کنار هم اشاره میکنه. دوربین ها معمولا اطلاعاتی که به ازای سیاهی و سفیدی پیکسل ها ثبت میکنن توی تصویر درسته،
یعنی برای هر 4 تا پیکسل کنار هم نور و اون سیاهی و سفیدی رو درست ثبت میکنم. اما زمانی که به رنگ میرسه، دوربین هایی که 4 4 4 هن در واقع رنگ رو هم درست ثبت میکنن و کامل ثبت میکنن. دوربین هایی که 4 2 2 هن به ازای هر 4 پیکسل کنار هم فقط دو تا واحد رنگ رو ثبت میکنن. یعنی چی؟ مثلا شما فرض کنید این پیکسل اگه قرمز باشه بغلیش آبی، پایینش زرد بغلیش سبز، یه دوربین مثل آری آلکسا که دوربینی که 4 4 4 رنگ هر 4 تا پیکسل رو درست ثبت میکنه. اما دوربین مثلا سی 100 سی 100 کانون که 4 2 2 میاد این دوتا رو با هم نگاه میکنه، میگه ای بابا اینه که نزدیک هم، بذار بکنمش یکی دیگه، میکنتش قرمز. این دوتا هم میگه حالا نزدیکه، مثلا حالا سبز و سایان، یه رنگی بین این دوتا در نظر میگیره، میذاره رو اون دوتا پیکسل. علت این که اینا از این روش دو دروازی استفاده میکنن اینه که چشم انسان حساسیتش به سیاهی و سفیدی خیلی زیاده، ولی به رنگ اونقدر زیاد نیست. چون ما چشممون نمیتونه رنگ اونقدر خوب تشخیص بده، اینا میان اینجوری با کم کردن اطلاعات رنگی حجم فایل رو میارن پایین. به خاطر همین طبیعتا فایلای یه دوربینی مثل C100 یا 300 کمتر از آلکساس. ولی مشکلی هم که در عین حال داره اینی که رنگا اونجا درست نیست و حالا فقط سیاهی و سفیدی ها درسته. باز ممکنه شما بگید که من که تصویرش رو نگاه میکنم زیاد فرق نمیکنه. خب چه اهمیتی داره، چه تفاوتی داره؟ شما زمانی که پیکسلاتون هر پیکسلتون براتون مهمه، مثلا فرض کنید شما دارین پرده سبز کار میکنید، موی بازیگرتون رو دارید حذف میکنید، این موها افتادن دقیقا لابلای پیکسل ها، اونجا مشخص میشه که اون دو تا واحد رنگی که این دوربینای 4 2 2 میان حذف میکنن چه بلایی سر تصویر میاره. اون اونجاییه که موی بازیگر شما گیزگیز میشه، یه جاهایش حذف میشه و حالا مشکلات اونطوری. علتش هم اینه که اون مویی که مثلا فرض کنید شما اینجا هاست درست اطلاعات رنگش ثبت نشده. مثلا فرض کنید شما مو اینجاست، اینجا هم اطلاعات همونه، حذف میشه یا حذف نمیشه. اینه که یکی از مشکلات خیلی جدی که به وجود میاره تو جلوه‌های ویژه علل خصوص حذف پرده آبی و سبز و اصلاح رنگ. اینو من گفتم این موضوع رو بگم خدمتتون حالا تا قبل از اینکه بخوایم بیشتر وارد بحث حالا خود این کودکا بشیم. البته نمونه‌های واقعیش هم الان با هم می‌بینیم. پرورز پروکسی هم میاد یه کار دیگه انجام میده، حالا به غیر از اینکه 4 2 2 اون موضوع رو اصلا فعلا میذاریم کنار. پرورز پروکسی برعکس پرورز اچ کیو، مثلا شما فرض کنید حالا 3 تا رنگ اینجا نزدیک هم هست که خیلی شبیه همن، آبیایی هستند که تون های شبیه هم دارن، پرورز اچ کیو 4 2 2 یا پرورز 4 2 2 میاد اینا رو حفظ میکنه و ثبت میکنه. پرورز پروکسی باز دوباره میاد همین رو یکی میکنه، میاد میگه که نه بابا من میخوام حجم بیارم پایین، خب بذار اونا زیاد مهم نیستن دیگه، بذار همه رو یکی میکنی. H264 که خیلی باش آشنا هستن، کودکیه که دوربینای مثل 5D یا حالا خیلی از دوربینای دیگه با این کودک تصویر رو رکورد میکنن، آیفون هم باز به همین شکل، بدتر هم این کارو میکنه. یعنی باز یه حجم خیلی بیشتری از اطلاعات رو کم میکنه. الان ما با هم نمونه واقعیش و نمونه عملیش رو میبینیم. اینجا من 4 تا تصویر دارم. اولی روه، دومی رده 4 2 ببخشید دومی 4 2 2 اچ کیو، سومی 4 2 2 معمولیه، چهارمی پروکسیه و پنجمی H264. ممکنه شما بگید اینه که الان هیچ فرقی با هم نمی کنه، چرا مثلا من الکی این همه جای هارد هدر بدم، چیزی که میتونه 30 مگابایت باشه چرا بشه 3 گیگابایت؟ خب چه کاریه؟ الان با هم میبینیم علتش چیه. مثلا فرض کنید شما میخواید اینجا اینو اصلاح رنگ کنید. را مزیتی که داره و اینی که گفتم خدمتون اطلاعات سر صحنه کامل ثبت میشن اینه، من میتونم اینجا بیام این باکس تنظیمات را رو باز کنم
کاملا مشخصه که سر صحنه فیلم بردار ما حواسش نبوده که درست وایت بالانس بکنه. به راحتی هرچه تمامتر من میتونم اینجا کلوین رو عوض کنم، بیام بگم آقا 3000 نیست، این وسط روزه، این کجا 3000، این تنگ سنگ که نیست، این باید باشه 5600 حداقل. بلا فاصله شما تصویرتون درست میشه، فقط کافی یه اپلای رو بزنید و تصویرتون الان کلن اون تینت آبیش از بین رفت به همین راحتی. حالا اینجا شما خیلی چیز دیگه میتونید عوض کنید، ISO، اون چیزی که حساسیت به نور سر صحنه رو میتونید تغییر بدید، مثلا بگید که ISO من 800 نبوده، 1200 بوده یا 400 بوده، خیلی راحت میتونید اینا رو عوض بکنید. و حالا چیزهای دیگه که اینجا هست، علتش اینه که این تصویر ما رنگا کامل ثبت نشدن، پخته نشدن اصطلاحا توی فایل، اون چیزی که به انگلیسیش میگن بیک. حالا من میبندم تصویر بعدی من که پروزه 422 HQ با حجم خیلی زیاد. اینجا حالا میخوام همون کارو بکنم، میخوام اصلاح رنگ بکنم. یا من وکتور اسکوپ رو باز میکنم، دقیقا همون کار رو میخوام انجام بدم، میام تو کالر، اینجا من میام میگم که تصویر ما باید یه همچین چیزی باشه، فرضاً مثلا فرض کنید شما یه همچین چیزی، خب حالا من اگه برگردم اینجا مثلا ببندم این پنجره رو، این هم ببندم، شما الان میبینید که تصویر رای من رنگاش خیلی درستتر و بهترن تا این تصویر حتی پرورز 422 من که اینقدر حجمش زیاده. علتش اینه که وقتی من اینجا تو اصلاح رنگ دارم رنگ مثلا قرمز رو به کل به تصویر اضافه میکنم، هم تو دریا اضافه میشه، هم تو آسمون اضافه میشه، هم تو این کوه اضافه میشه. یعنی رنگی که شما اضافه میکنید برای اینکه اون سم آبی حالا اون اشتباه وایت بالانس رو بگیرید، میاد همه چی رو یه دست روش یه رنگی اضافه میکنه. اینه که باز خود تصویر را برای اصلاح رنگ بهتر از تصویر پخته شده است. حالا من این دفعه میام یه کار دیگه انجام میدم، اون چیزی که ما بهش میگیم اصطلاحا الیوتی. من اصلا میام اینجا این رنگ رو حذف میکنم، میخوایم با هم حالا ببینیم که اصلا این قضیه کودکا چجوری دوش کار میکنه و چه تأثیر اینجا میذاره. من میام اینم برمیگردونم به همون حالت قبل، میام همون آبیش میکنم، میگم آقا اصلا این همونی که اوریجینال کامرا سیتینگ، این همون اشتباهی که سرصحنه شده بود و شما انجام بده. حالا شما باز دور میبینید که همه تصویر یکیه، یه آمای کوچولو این وسط هست. به محض اینکه من بیام اینجا بگم که شما این تصویر منو بهش یه لاگ اضافه بکن، ببخشید یه LUT اضافه بکن، تصویر من رو بهش یه اون چیزی که بهش میگه Final Cut رو لاگ پروسسینگ میگه، LUT رو حالا بعدا بیشتر در موردش صحبت میکنی. در واقع شما فرض کنید که یه پیشفرض رنگی، مثلا سر صحنه رنگ اگر تخت نبودن، اگر رنگ این اون چیزی که من میدیدم بودن چه شکلی میشدن. من اینجا میام تو این دوربین میگم که مثلا من با دوربین سونی حالا FS700 فیلم برداری کرده بودم و لاگ من این هم چیزیه. اینجا شما میبینید این تصویر ما یه همچین اتفاقی واسش میفته. حالا من این همین کار رو واسه این دوتای دیگه هم انجام میدم، این یکی هم میگم بکنش لاگ سونی و این یکی هم بکنش لاگ سونی و باز H264 هم به همین صورت. در مورد این LUT ها خیلی بیشتر بعدا صحبت میکنیم.
اینجا الان کاملا مشخص میشه که اطلاعاتی که این کودک ها میزنن و حذف میکنن چیاست. شما این تصویر رو ببینید، علل خصوص اینجاها رو، این تصویر رو ببینید. میبینید شما اینجا قشنگ مشخصه که پروز اچ کیو یه مقداری رنگ ها رو بیشتر از پروز 422 عادی حفظ میکنه و ثبت میکنه. البته تو این تصویر خیلی مشخص نیست، ولی خب حالا اگه جزئیات بیشتری داشت تصویر شاید بهتر معلوم میشد. حالا شاید بین این دوتا اختلاف خیلی زیاد نباشه، ولی اینجا اگر شما پرورز پروکسی رو نگاه کنید، از این برش هایی که اینجا افتاده قشنگ مشخصه که این کده کجاها اطلاعات اومده حذف کرده. تمام دیتیلی که اینجا بود و ورشته یکی کرده، یعنی تمام اون جزئیاتی که ما تو آسمون داشتیم و گفته نه بابا اینا یکی هم دیگه، ولشون کن، اصلا همش آبیه دیگه، همش سفید دیگه، سخت نگی. یا این یکی HD264 مون افتضاح میشه، فاجعه واقعی. شما ببینید قشنگ اینجا این تصاویر مشبک مربع مربعی کاملا مشخصه که هر مثلا چند تا پیکسل رو اومده قشنگ یکی کرده. اون چیزی که من اینجا خدمتون گفتم، مثلا چیزی که اینجا بوده گفته بابا اون آبیا دیگه با هم اونقدر اختلاف ندارن دیگه، حالا همه رو یکی میکنیم، که اینجا شما دقیقا اون بلایی که سر تصویر میاد و میبینید. علت این که میگن دوربین 5D کودک HD264ش برای فیلم برداری مناسب نیست همین اتفاقه. حالا یه مشکل دیگه هم هست، ولی یکی از دلایلش اینه. شما ببینید چقدر این کودک HD264 میزن از اطلاعات تصویر شما. پروکسی باز به همین شکل، حالا پروز خب خیلی بهتره. اینه که شما اگر امکانش رو دارید و اگر شرایطش رو دارید، طبیعتاً راه همیشه به همه چی ارجحیت داره، به شرطی که شما زمان پروسسینگش رو داشته باشید. اگر خاطرتون هست اون قضیه که انتخاب میکردید کلیپ ها رو، حالا کانورتش میکن، ترانسکودش میکن به پرورز چندم، حالا پروکسی یا 422 معمولی و اینا، یعنی اگر اون فرایند رو بتونید براش زمان بذارید، جا تو هاردتون داشته باشید و کیفیت تصویر براتون خیلی مهم باشه، بخواید خیلی کار اصلاح رنگوش بکنید، طبیعتاً بهترین حالت همیشه راه. ولی تو شرایطی که دیگه تصویری که سر صحنه فیلم مدری شده، مثلا حالا مثلا جانم شما میخواین تصویر فیلم مدری کنی، باز کودکای بهتر مثل پرورز حالا 422 خیلی 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 بهترن تا مثلا HD264. یه موضوعی هم من اینجا بگم خدمتتون، حجمی که شما توی کودک HD64 میبینید که مثلا فرض کنید 50 مگابیته، چون 80 مگابیته، 100 مگابیته، میزان این دور ریختن اطلاعات رو تعیین میکنه. هر چقدر بیت ریت شما بالاتر باشه، طبیعتا کیفیت تصویر بهتر خواهد بود، حجمش بیشتر خواهد بود و بالعکس. خب من دوباره برگردم سر اینجا تو این پریزنتیشنمون. این یه بحثی بود که در مورد کودک ها من فکر کنم الان شما خیلی راحت شاید اگه تا الان نمیدونستی بتونید بگی که آقا نه اصلا خواهشم با کنون اگه فیلم بدری میکنی 5D جون من از من دیگه اصلاح رنگ عجیب غریب نخواد، چون این بلایی که سر تصویر میاره. حالا تازه این چیزی که شما الان میبینید اینجا برای زمانی که مثلا ما مثلا نه زوم کردیم رو تصویر هیچی، شما یه ذره جلوتر برید خیلی هم بدتر میشه، خیلی بیشتر و شدیدتر شما قشنگ تمام این درب داغونی های تصویر رو میبینید و این اتفاقات میفته. الان شما ببینید باز همون بحثی که ما در مورد پرده سبز گفتم خدمتتون. ببینید شما مثلا تصور کنید تصویر ما اینجاش سبز بود، اینم بازیگر شما بود، شما قرار بود حذف کنید، چجوری باید آخه این کار کرد الان اینجا؟ این همه پیکسل های اضافه در به داغون هست که اینا داغون میکنن پرده سبز، یعنی کی شما رو و حذف کردن شما رو. ولی اینجا من اگه بیام روی یکی یه خود با سب کنم تا لود بشه، شما ببینید خیلی بهتره، خیلی نرمتره. درسته که هنوز شما کم و بیشی ما دار مشکل دارید، ولی دیگه با این قابل مقایسه نیست واقعا. تقریبا میشه اینطوری گفت که پروز پروکسی فقط برای ادیت کردن و ایناست،
اگر شما کار تلویزیونی میکنید مستند، حالا چیزای اینجوری LT هم بد نیستش، جواب میده. اگر کار تبلیغاتی یا کار خیلی با کیفیت میخواید انجام بدید، 444 طبیعتا خیلی بهتر از بقیه است، ولی حجمش یهو به شکل آزاردهنده زیاد میشه. اگرم دوربینتون 422 مثل کنون C300 یا حالا دوربین خیلی 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 دوربین های زیاد دیگه، از همین 422 یا 422 HQ استفاده بکنید. واقعا استفاده کردن از 444 تو شرایطی که دوربین تو ساپورت نمیکنه مزیت خیلی زیادی نداره. اما سر خود فیلم فوکوس هم بیشتر فیلم 80%ش با پرورز 444 فیلم برداری شده بود که اینجا شما توی این چارت میبینید. 3K-ش یعنی 3K-ش تقریبا میشه ساعتی 350 گیگ. فقط تقریبا 10-15% فیلم با آری را فیلم برداری شده بود که هر ساعتش میشه 750 گیگ. خب حالا شما تصور شو بکنید اگر شما 30 ساعت فیلم برداری بکنید، بین 350 گیگ و 750 گیگ برای هر ساعت خیلی اختلاف زیاد میشه. یعنی که حتی توی هالیوودش با این حجم وحشتناک هاردی که دارن و حالا چیزای دیگه، بازم سر این فیلم میگم 80% از 444 استفاده کردن، از آری را استفاده نکردن مگر اینکه مورد خاصی باشه.